سیاسی، حمله وحشتناک و بی سابقه در صدا و سیما به سمت دکتر پزشکیان. همون گونه که شاید اطلاع داشته باشید، امروز تحت عنوان یک برنامه و یک صحبت‌هایی که در صدا و سیما انجام شد، توهین و حمله عجیب و غریبی به سمت دکتر پزشکیان مطرح شد و به نظر رسید که همون مجری که در دوران انتخابات با دکتر پزشکیان و مشاورش بگومگوهای زیادی داشت و بحث‌های زیادی داشتند و ما یادمون هست که چه اتفاقی توی اون برنامه افتاد که سرانجام به این خط شد که مشاور رئیس جمهور میکروفون خودش رو به سمت میکسون پرت کرد و چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. اما در اتفاقی بی سابقه و امروز در صدا و سیما توسط همون مجری و عواملی که اونجا حضور داشتن، صحبت‌های زیادی رو انجام دادن که در ادامه فیلم کاملش رو با همدیگه خواهیم دید و از این گفتن که ما رومون نمیشه در کشورهای دیگه بگیم که دکتر پزشکیان رئیس جمهورمون هست. و بعدش همون مجری با مزاح در میاد و میگه که یعنی شرمتون میشه که همچین رئیس جمهوری دارین. شخص مقابل هم جواب میده بله ما شرممون میشه بگیم همچین رئیس جمهوری داریم، گویا به خاطر اینکه گفته با آمریکا برادریم، هر کسی که از آمریکا ضربه خورده نباید به خودش اجازه بده و همچین حقی رو قائل باشه که به رئیس جمهور و دیگر افراد اینگونه صحبت کنه. اما در ادامه با هم دیگه فیلم کامل به این اتفاق خواهیم دید. بعد از این صحبت ها حجمه های عجیب و غریبی به سمت صدا و سیما روانه شد و کسانی که طرفدار رئیس جمهور هستند و یه گونه های حامیان دکتر پزشکیان هستند، به نظر میرسه که این اتفاق و این 15 ثانیه عجیب و غریب به مزاجشون خوش نیومده. با ما همراه باشین، در ادامه ویدیو مربوط به این اتفاق خواهیم دید و به نظر میرسه که همه اینها در زمانی که رئیس جمهور در حال سفر به آمریکا هست و امروز وزیر امور خارجه یعنی دکتر عباس عراقچی وارد نیویورک شد و صحبت‌های خوبی رو هم انجام داد و رئیس جمهور هم فردا عازم آمریکا خواهد شد و به نظر این اتفاقات زیاد جالب نمیرسه در همچین بحره ای اتفاقاتی که داره توسط رئیس جمهور رقم میخوره. با ما همراه باشید، مهمترین صحبت ها رو بشنوید و برگردید با ما بقیه ماجرا رو بررسی کنید. این دولتی که جدیدا مستقر شده، خدا وکیلی ما رومون هم نمیشه بیایم بگیم توی این بزرگواری که میره تو کشورهای خارجی روابط دیپلماتیک برقرار بکنه رئیس جمهورمون هستش. یعنی که شرمتون میاد بگید ما همچی رئیس جمهوری؟ بله بله بله. اینو توضیح بدید آمریکا... چرا میفرمان که ما با آمریکا برادری. من اسخای همینجا میخواستم این نکته رو بیان بکنم، یه اسخای از تمام ملت‌های عرب زبان، هر کسی که واقعا از آمریکا. اما پس از این صحبتایی که دیدید انجام شد، یک سری حواشی دیگه هم اتفاق افتاد. یک برنامه ساخته شد در گزارش شبکه 3 و به نظر وفاق ملی، گونه حالا شوخی یا طنز میشه گفت، انجام شد. خود تیترهای سایت‌های رئیس جمهورم از حمله صدا و سیما به پزشکیان گفتن و سایت‌های طرفداری و حامیانش هم به همین گونه که شرم ما میآید که بگوییم این شخص رئیس جمهور ماست، میگویند ما با آمریکا برابریم یا حتی برادریم، بابت این حرف از ملت عرب زبان عذرخواهی میکنیم. این شخصی که این صحبت ها رو انجام داد طبیعتا مورد حمله و هجوم طرفداران رئیس جمهور قرار گرفته. دکتر عراقچی هم در سفر خودش به نیویورک در اولین صحبتی که انجام داد گفت اسرائیل به هدف افزایش تنش و جنگ نخواهد رسید، تل‌آویو پاسخ این جنایات را خواهد گرفت و ما مصرانه و با تمام وجود پشت مردم لبنان و غزه ایستاده ایم. صحبت های مهمی بود که امروز عباس عراقچی در کشور آمریکا انجام داد، چه بسا در سازمان ملل و روز سخنرانی هم اتفاقات ویژه و مهمی خواهد افتاد و باید ببینیم که در نتیجه چه اتفاقاتی پیش روی ماست. امروز هم یک سخنرانی مهم رئیس جمهور در همایش و رژه نیروهای مسلح انجام داد که خالی از لطف نیست، اونها رو هم با ما همراه باشین و ببینید که جدیدترین صحبت‌های رئیس جمهور چه بوده. نمیتوانستن مردم در آرامش زندگی کنن. حضور فرماندهان، نظامیان، ارتشیان، دریاداران، هواداران، کسانی که قدرت ما را در هوا و زمین و دریا میتونن با عزت و سربلندی حفظ بکنن، برای کشور عزیز ما باعث عزت و افتخار است. ما به وجود این عزیزان افتخار میکنیم. اینها زینت کشور ما هستند.
امروز ما میتوانیم به دنیا با قدرت اعلام بکنیم که قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی و با دست دادن و همراهی کردن با این عزیزان منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و بتوانیم عزت و سربلندی را در جامعه اسلامی به رخ دیگران بکشیم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را، اسرائیلی که به زن و بچه و مرد و پیر و جوان رحم نمی کنه، با وحدت و انسجام به جای خود بنشانیم. اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم، اسرائیل قاصب قادر نخواهد بود این جنایت ها را اینگونه که در منطقه داره پیاده بکنه. من به وجود شما عزیزان افتخار میکنم. رهبر عزیز انقلاب با تدبیرهای داهیانه و نگرش عمیق باعث و بانی چنین عزت و سربلندی است و ما به وجود این رهبر عزیز افتخار میکنیم و تلاش خواهیم کرد قدرت و سربلندی نظام جمهوری اسلامی را با تقویت و پشتیبانی از شما عزیزان همچنان حفظ کنیم. دکتر پزشکیان با حضورش در همایش بین المللی صحبت‌های مهمی رو انجام داد و با هم هستیم که بشنویم و ببینیم که چه صحبت‌هایی رو انجام داد. پیرامون این هم در توییتر رسمی خودشون یک پیام تسلیت به مردم لبنان گفتن در خصوص اینکه پیجرهایی که در لبنان بود منفجر شده بود و رئیس جمهور در همین خصوص هم میبینید که یک تسلیت بلند و بالا نوشته و نوشته که این اتفاق یک جنایت بوده و باید سازمان‌های بین‌المللی به مسئولیت خودشون عمل کنن و برای مردم لبنان آرزوی موفقیت کرده. اما ببینیم که چه صحبت‌هایی انجام شده. به نظر رسید که اگر به ریسمان الهی چنگ بزنیم هیچ قدرتی نمیتواند ما را زمین بزند. جنگ با همدیگه لبه ی آتش است. به نظر میرسه این صحبتی که رئیس جمهور انجام داد در خصوص همون انتقادهایی هست که در مجلس ازش شده بود و گفت که جنگ با همدیگه یعنی لبه ی آتش و چیزی رو عوض نمی کنه. وقتی از وحدت حرف میزنیم ولی تحمل همدیگر رو نداریم و همدیگر رو حذف میکنیم. به نظر میرسه تک تک این حرفا شاید جوابیه‌ای به حمید رسایی و امیر حسین ثابتی باشه که بیشترین انتقادات ما توی یک ماه گذشته ازشون دیدیم. دکتر پزشکیان در ادامه صحبتاش گفت که میخواهند بین شیعه و سنی و اقوام و مذاهب دعوا بندازن و منابع ما را غارت کنن. ما مسلمانان مقصریم، باید با یکدیگر باشیم. پزشکیان در ادامه گفت اسرائیل جرأت میکنه زنها و بچه‌ها را بکشد و بمباران کنه چون ما مسلمانان با همدیگه نیستیم. وحدت ما از همه چیز بالاتر است و اروپایی ها با هم دعوا داشتند و الان مرزها رو برداشتند و پولها رو یکدیگر کردند و ما مسلمانان ولی بین خودمون دیوار کشیدیم. صحبت‌های فوق مهمی بود که رئیس جمهور انجام داد و با هم دیگه در ادامه صحبت‌هایی که انجام داد در خصوص به نظر واکنش نسبت به انتقادهایی که در مجلس شده بود و با هم دیگه خواهیم شنید. با حکم آقای همتی وزیر اقتصاد هم دکتر زهره عالی‌پور سرپرست سازمان خصوصی سازی شد که دوباره یک خانم در دولت چهاردهم بتونه خدمت کنه و به ونزوئلا هم رئیس جمهور دعوت شده و به نظر میرسه در ماه آینده به کشور ونزوئلا سفر خواهد کرد.